سلام دوستان عزیز روزتون به خیر باشه با کتاب اونیزیشر درای هستیم مبحث ویسنشافت صفحه 36 رسیده ایم، و میخوایم ادامه بدیم با وردشتس قبل از اینکه شروع بکنم یه توضیح کوچیک بدم دوستان سفارش کردن یا سوال کردن یا نمیشه یه ذره این تکست رو بزرگتر بکنم چرا که نمیشه و الان از امروز دیگه انجام میدم خودم زیاد متوجه نبودم مثل اینکه با تلفن و موبایل خوب دیده نمیشه به خصوص این جاهایی که کومنتار هست اینا رو هر من یکی بزرگترشون میکنم از این به بعد امیدوارم بهتر دیده بشه خب پس بریم کار خودمون رو ادامه بدیم ما رسیدیم در به این مبحث به هیپوتیز تو در مورد تیز هیپوتیز و تئوری اصلا اینجا صحبت میشه این سه تا کلمه هستش که در فارسی والا یه ذره واسه منم مشکله بگم کدوم کدوم هستش تیز هیپوتیز از تیز که هیچی تیز نوشتن دانشگاه اون یه جهدیان دیگه هستش ولی خب اینا همه از اونجایی که از لاتین میادش معانی مختلفی داره ولی ما میریم میبینیم هم مثالا رو میبینیم و همین که یه زنم توضیحات این دفعه بعضی جاها رو باید یه ذره توضیح دادش و اگه من از این ها رو از یه دفعه از نمیدونم گفتم فرضیه یه دفعه میگم نمیدونم ادعای دفعه می ممکن اصطلاحات مختلفی در فارسی استفاده کنم ولی شما که در بحث آکادمیک هستین خودتون بهتر میدونید کدوم هستش اوکی دی هیپوتز هیپوتز انفموتونگ هیپوتز از ان فرموتونگ دی فورشونگز یک دونه هیپوتز یک فرضیه یک حدسی هستش که روی اون هستش که بقیه کار تحقیقاتی پایه گذاری میشه رو ما من چی میگم آلا یعنی ما چی میگم هیپوتیزی ایس این اونترشتلونگ این اوساگه این اونترشتلونگ او این اوساگه دی این نخ نیخت بشتی که فرموتونگ اوسترکت مایست زم زویگ در اکلیرونگ ضعف erhalt خوب، خب eine هیپ... اوش... یعنی یک ادعا هستش. Unterstellung به معنی اتهام و تهمت هم هستش و خیلی کمتر بیشتر به صورت Unterstellung به حالت اتهام استفاده میشه ولی اینجا ما میتونیم بگیم یک ادعا هستش. در این چارچوب به معنی ادعا هستش. یه جا دیدین اون تا یکی داره به یکی تهمت میزنه. تومت ثابت نشده ای هم میزنه دست ایس اون تشتر اون سی اون تشتر میه دست دست اون دست که داری به من تومت میزنی داری فرض میکنی من فلان کار کردم از او نیم اون تشتر اون این ادعاتو به پس بگیر از یه ادعای هست دست ایس آساگه این آساگه یه گفتاری هست یه گفته ای هست بازر آساگه هم ممکنه در ارتباط با دادگاه بشنوید شهادت دادن در دادگاه میشه یعنی آساگه یعنی که علای خودتون پیش پلیس اعترافی بکنید دستیس یعنی آساگه حواستون باشه دو معنیه هستش ولی ما اینجا به عنوان یه گفته میگیریم اصف یه ذره طولانی شد یک ای ادعا یا یک گفته ای هستش که هنوز تایید نشده هستش تایید نشده هستش و یک دونه حدسی رو داره بیان میکنه مایس zum Zweck der Erklärung که بیشتر هم هستش برای اینکه توضیح بده یک یک روند یه جریان رو یه ماجرایی رو توضیح بده یک اتفاقی رو که داره میافته یا یک منطقی رو توضیح بده روند یه عملی رو میشه توضیح داد

شاید ما بزرگ باشه برف نیادش یا اینکه نمیدونم یا اینکه روشو پوشونده باشه روش نمیدونم خرتاپرت گذاشته برف و رو ساعتش نشینه حالا این 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 جمله این جمله در آلمانی وجود نداره ولی ما بخوایم ترجمهش کنیم میشه یک روز دستخ است و میرشنه بکمت ا آب برفش بیشتر ببینید دو کلم هست ما مفو... آلمانی مجبوریم یک دو سه چهار پنج شیش کلم ازش درست کنیم برف بیشتری بهش دست بهش میرسه از دستو می شنی بکمت ای اپ ویر دستخ دستخ بکمت میر بکمت اس اپ ناو بکمت ای دستخ است دن بکمت اس اپ بکمت اب ایساگ نیش بکمت اس عب. کن آنو <applause> اوکی خب این از اینش حالا به این این ها که با باماش بیشتر با بیشتر بازار میرسیم این هیپوتیز آفشتلن یک دونه یک دونه فرضیه رو برقرار کردن آفشتلن به معنی رومیز گذاشتن نیست آفشتلن رو معمولا یه چیزی رو آدم عمودی قرار میده آفشتلن هست این هیپوتیز کمان آخ آفشتلن میتونه آدم برقرار بکنه در واقع همون وقتی که من یه دونه لیوان رو رو میز برقرار میکنم میذارم برقرار کردنش هستش من عمدن اینا رو اینجوری میگم که شما تو ذهنتون یه ذره تصور داشته باشین که یک دونه هیپوتیز دارم باید محکم و مستحکم آوشتلن بکنید مثل اینکه یه چیزی رو میز قرار داده اید به این حالت منم ترجمه میکنم Okay, es ist sinnvoll eine Hypothese aufzustellen, auch wenn dieses diese sich später als falsch äh, erweist. In manidar hast es, in خوب hast es, in bale, ähm, wo uh, manni hast es, ke adam je, as, as, فرضیه رو قرار بده و قرار بکنه حتی با اینکه اون فرضیه ممکنه بعدا به اثبات نرسه یا اینکه به اشتباه به اثبات برسه یا برعکسش به اثبات برسه ما میتونیم بگیم برای مثال اسیس راحت سام، ون دو این هیپوتیز فرمولی است آخ ون زیخ شپیتر زیگت دست زی فلش است این راتزم این 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 پندامیز هستش این کمک کننده هستش این اه, بله پندامیز هستش که تو اصلا به طور کل یک دونه هیپوتیز رو فرموله بکنی حتی بعد از این که با اینکه نشون داده بشه که اون فلش اشتباه هستش من امفیلونگ اندش است من به تو پیشنهاد میکنم behaupt eine Hypothese im Raum zu stellen be جای aufstellen هم میتونیم بگیم im Raum stellen بخصوص در مورد هیپوتیز این چیزها eine behauptung eine eine behauptung oder eine hypothese im قشنگ میشه این جمله رو تو تو اتاق قرار دادن یعنی تو محیط قرار دادن اتاق اینجا به معنای فضا چیز نکنید یه دونه ادعا رو تو محیط قرار دادن هستش آخ ونزی شبیه نیک بوایز بایست حتی با اینکه که ممکنه اون بعدا قابل اثبات نباشه حالا یه چیزی دیگه هم دارم بازار توضیح راجع اصلا واسه نومان هیپوتیزه بازار بریم سراش اوم این هیپوتیزه آفشتلنسو کنن موسو فلگنده کریتیرین برخدن واسه اینکه که بخوایی یه دونه فرضیه رو قرار بدی یا ادعا بکنی بهتره که به همچین میارهای توجه بکنی کریتری میار باید وریابلن موسن مصبار هر دو تا متغیر در یه دونه فرضیه باید قابل اندازه باشن وریابل متغیر هستش توی جعب و مثلث ریاضی و این چیزها استفاده میشه برای داشته باشین اونجا خیلی استفاده میکنه فرمولی فرمولی از هیپوتیزن دورفن دیزه ایناندر نیخت بیدش فراشن. وقتی یه دونه هیپوتیز میکنی اینا بمشید وقتی هیپوتیز های بیشتری رو ادعا میکنی ادعاهای بیشتری رو بیان میکنی اینا نباید با همدیگه تضاد داشته باشن ä uh, wesentliche uh, wissenschaftliche annahmen müssen sich widerlegen lassen um, فرضیه های um, علمی باید جوری باشن که بشه قابل رد شدن هم باشن قابل مردود شدن باشن هیپوتیزن müssen زخلیش objektiv und prägnant formuliert sein هیپوتیز um, که همون فرضیه هستش باید باید پرمحتوا باشه و ابیکتیف باید بیطرفانه باشه معنادار باشه بیطرفانه باشه و اون پرگنانت پرگنانت من یه دفعه دیگه گفته بودم پرگنانت به معنی باردار هستش از فکر میکنم از انگلیسی بیادش اگه من حرف بزنم من یه دفعه گفته بودم پرگنانت یه نفر حامله شدن هستش نه اشتباه حامله شدن آلمانیا در مورد بارداری انسان از پرگنانت استفاده نمیکنن این منش نیک پرگنانت این زخ اس پرگنانت یعنی با پر بار هستش ولی میگم از همون حامله بودن یا بارداری میاد از آفیدن موس پرگنانت با پر بار پر محتوا باید فرمولی بشه این تا اینجا داشته باشین بریم تو ویدیو بعدی بقیه داستان رو ببینیم چی هستش این مبحث یه ذره زیاد از هر شیرین هستش اوکی تا ویدیو بعدی موضوع خودتون باشین به امید دیدار هرچه زودتر